سلام به استودیو میدین هارت و یه ویدیو دیگه با من. خیلی خوش اومدید. امروز یه روز هیجان انگیزه برام، چون میخوام برم باغ گیلاس که الان پر از شکوفه است و خیلی قشنگه. یکی از فانتزیای من کلا تو زندگیم اینه که یه بار فصل شکوفه ها برم ژاپن، ولی حالا که نشده اشکال نداره، حداقل خدا رو شکر که یه باغ گیلاس نزدیک خونمون هست. امروز هوام خوبه، گفتم برم اونجا و اولین صفحه ژورنالمو اونجا تکمیل کنم. بیاین دفترش رو درست بکنیم و بهتون یاد بدم که چجوری میتونید خیلی راحت یه دفتر ژورنالی داشته باشید. حالا راجع به ژورنال و ژورنال نویسی بعدم بهتون میگم. اول دفتره رو بهتون یاد بدم و برای خودم درست بکنم. البته که میتونید از این دفتر استفاده های دیگه هم بکنید، صرفا فقط برای ژورنال درست کردن نیست، میتونه دفتر برنامه نویسی یا دفتر طراحی یا هر چیز دیگه باشه. چرمیه و مدلش خیلی جالبه، حالت کلاسور داره، میتونید بهش کاغذ اضافه کنید یا کم کنید، خیلی هم راحت درست میشه. حالا بریم درستش بکنیم و بعد با هم دیگه بریم باغ گیلاس.
تموم شد. من راستش طبق حس و حال و رویات الانم که الان تو واقعا نشستم و اینا انجامش دادم، ولی حقیقتا خودم چیزی که دوست دارم همیشه انجام بدم، سبکی که دوست دارم انجام بدم، ساده و فقط نوشتن و حالا یه مقدار کادر بندی و ایناست. خیلی گل و بلبلی نیستم، خیلی استیکر اینا نداره دفتر رو معمولا. و اینم میخوام به شما بگم که قرار نیستش که ژورنالی که برای شماست شبیه کسایی که هنرمند این کارن و توی یوتیوب یا توی پینترست فعالیت دارن و خیلی ژورنالای قشنگی درست میکنن، استیکرای قشنگی دارن، قرار نیستش که همه ما مثلا ژورنالامون اون شکلی بشه. سبک مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. یکی مثل من دوست داره که مثلا ساده باشه، مینیمال باشه، یکی دوست داره که نقاشی بکنه، نقاشیش خوبه. سبک خودتون رو پیدا کنید و هر چی که تو ذهنتونه، تو دلتونه، همون رو پیاده بکنید. این ژورنال چیزی که برای شماست، جایی که میتونید خودتون رو بروز بدین. بنظرم سخت نگیرید اصلا. منم میگم الان با همین امکاناتی که داشتم، طبق حس و حالی که الان اینجا داره طبیعت و اینا، سعی کردم یه چیزی که تو ذهنم بود، سفر به ژاپن بود و واقعا یکی از فانتزی ها آرزوامه، درست بکنم اولین صفحه‌شو. همین، خیلی کار سختی نیست. هر چی که تو ذهنتونه رو پیاده بکنید و بنویسید. همین، واقعا سخت نگیرید. یادتون نره که اگر ژورنال درست کردید حتما عکسش رو برام تو اینستاگرام بفرستین. و اینکه یادتون نره اگر تا الان منو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید. خیلی ممنون. خدافظ.